تجمع و تحسن کارکنان راه آهن و کارگران باربر بازار تهران در مقابل مجلس ارتجاع. حرکت‌های اعتراضی در شهرهای تهران و کرمانشاه. فرار تعدادی از زندانیان از زندان دیزل‌آباد کرمانشاه. زندانی سیاسی یوسف رشیدی در آستانه اعدام. بازداشت 13 تن از هموطنان خوزستانی و از بستگان دو زندانی سیاسی اعدام شده. کارکنان راه آهن تهران روز یکشنبه 4 اسفند در مقابل مجلس ارتجاع تحصن کردند و خواستار بازگشت به قرارداد قبلی خود با راه آهن شدند. آنان همچنین به اخراج کارگران راه آهن در خراسان اعتراض کردند و خواستار بازگشت آنها به سر کار شدند. بنابرای گزارش‌های دریافتی صبح روز یکشنبه 4 اسفند جمعی از کارگران باربر داخلی بازار تهران که به شغل گاری کشی و جابجایی کالا اشتغال دارند در اعتراض به تعلق نگرفتن سبد کالا به آنها در مقابل مجلس ارتجاع تجمع کردند. این کارگران زحمتکش اغلب در زیر خط فقر زندگی می کنند. بنابرای گزارش‌های دریافتی مردم منطقه کند در تهران در اعتراض به قطع 300 درخت کهنسال توسط شهرداری رژیم در این محل دست به تجمع زدند و نابودی محیط زیست توسط این ارگان رژیم آخوندی را مورد اعتراض قرار دادند. گروهی از مردم منطقه سنجابی کرمانشاه روز یکشنبه 4 اسفند در اعتراض به خرابی خیابانها در مقابل شهرداری رژیم در منطقه 2 تجمع کردند و خواهان برکناری شهردار این منطقه شدند. خانواده جوانی که به اعدام محکوم شده است روز چهارشنبه 30 بهمن در مقابل دادگستری رژیم آخوندی در استان تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمع کنندگان خواهان تجدید نظر در رأی و لغو حکم اعدام این جوان شدند. گزارش‌های رسیده حاکی‌است تعدادی از زندانیان زندان دیزل‌آباد کرمانشاه روز چهارشنبه 30 بهمن از زندان فرار کردند. این فرار موقعی صورت گرفت که آنان را برای محاکمه مجدد به دادگاه ارتجاع منتقل می‌کردند. دشخیمان رژیم آخوندی 6 تن از دستگیر شدگان شهر اهر را که در روز اول اسفند بازداشت شده بودند روز شنبه 3 اسفند به اداره اطلاعات رژیم در تبریز منتقل کردند. هنگام انتقال یکی از زندانیان را با پابند و بقیه را با دستبند به تبریز منتقل کردند. این زندانیان به مناسبت روز جهانی زبان مادری در اهر تجمع کرده بودند که توسط ماموران سرکوبگر حکومت آخوندی بازداشت شدند. ماموران اطلاعات آخوندی روز پنجشنبه اول اسفند 13 تن از هموطنان خوزستانی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. آنها از اقوام دو زندانی سیاسی اعدام شده هادی راشدی و هاشم شعبانی بودند. شعبانی و راشدی از هموطنان خوزستانی و هر دو معلم بودند که چهارشنبه 9 بهمن مخفیانه به دست دشخیمان رژیم آخوندی به اتهام محاربه، تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی اعدام شدند. بنابرای گزارش‌های دریافتی زندانی سیاسی یوسف رشیدی از دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک تهران در آستانه اعدام قرار دارد. این دانشجو در روز دیدار پاسدار احمدی نژاد از دانشگاه پلی‌تکنیک پلاکاردی را بلند کرده بود که بر روی آن نوشته شده بود رئیس جمهور فاشیست، پلی‌تکنیک جای تو نیست. یوسف رشیدی محکوم به اعدام است.